Hello. Excuse me, you there? Hello. Hello, how are you? How are you? How are you? My name is Amir Reza Mehrban. Can you speak English? Sorry, I'm speaking English right now, You okay? are speaking English, of course you are. My question was, can you speak Persian? I am very sorry. I confuse my brain Okay, electricity. what was your name again? Amir Reza Mehrban. I am Persian. Can you speak English? Well, I'm speaking English right now, No, can but you speak Persian? I'm sorry. ببخشید. منو ببخشید. شما چیز فارسی بلدین حرف بزنین. My English is not good. Very, very بله. sorry. Very sorry. شما از کجا شماره من گرفتید؟ راست حقیقتش من شما رو توی پارتی گرین اند وایت دیدم. بلک اند وایت. بلک اند دگر. درل در اومد. ببخشید. من شما رو توی میدونم من تو قسمت نجاری بود، نمیدونم یه قسمتی بود با همدیگه رنگ و میز کردیم، من اونجور شما رو دیدم و اینا. بعد با یکی از دوستام که خودکشی کرد هفته قبل باش داشتم حرف میزدم قبل از اینکه بخواد خودکشی کنه، خودش رو کشت، سویساید میشن، تو واسه القاعده کار میکرد اون. البته ببخشید خودتون نگران نکنید، چیز اسمش چیه؟ من داشتم با اون حرف میزدم، این گفت یه دختر ایرانی من میشناسم که شماره تلفنش رو دارم و خیلی هم باحاله مثل خودت. اوکی اوکی بعد روی این حسابی که منم میدونید که وضعیت درست حسابی ندارم، یعنی راست حقیقتش من یکی از مخفولین جنگ هستم. میدونم البته منو ببینین دیگه نمیخندین، من واقعا دارم جدی خدمتتون عرض میکنم و اینا. من کلا میخواستم بپرسم واسه دیت اینا میتونیم با هم دیت داشته باشیم اگر تو این همه راه رفتی این سوال بپرسیم؟ خب من اصولا از روی ترسی که داریم انقدر تو سرمون خورده معمولا میگردونیم گیجتون میکنیم که مثلا شما رو آدرس شما رو تلفنتون و اینا همه یادتون رفت، نویگیشن که دستتون گرفتین تازه سوال اصلی من بهتون میگم. اصولا اینجوری هست، خب مقصدا همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. شما دوست پسر دارین؟ بله چند سالشه؟ چیکار داریم؟ نه همینجوری پرسیدم چون خیلی چیکار داریم؟ دو جالب شد با سما اینا، چون من تا حالا کسی دیت نکردم که دوست پسر داشته باشه، دفعه اولمه. آن داری دیت میکنین الان؟ نه تو چیز توی تو پروگرشن نیستش، هنوز قرار نگرفته هنوز. من گفتم که شاید واقعا و سینیم خانم من 50% هم اوکی ها، من 50% هم واقعا اوکی هستش از طرف من. 50% شما اوکی بگی من چیز میکنم اینا. میگم اسپیشی اگه حالا بر فرض مثال خواستیم بریم دیت، خواستیم بریم به جایی، بخوام ببرم تو من رستوران، چه رستورانی شما پیکاپ میکنی؟ من شما رو پیکاپ کنم نه یعنی نه چی؟ من پیکاپ نمیکنم، نه منم نمیخوام، من شما رو پیکاپ میکنم. آقا من دوست پسر دارم خب میدونم با دوست پسرتون پیکاپتون میکنم، چون بالاخره کسخل هستم دیگه، میام این کارو انجام میدم، از این کارو زیاد کردم. آره دوست پسرتون غیرتیه یا چیزه تعصبی هستن، خیلی از اینا هستن که به دوست دخترش نگاه میکنه میگه مسئله ای نیست ولی میخوای باش برقصی میزنه میکشته، درسته؟ دقیقا میدونم مرد ایرانی همشون همینجا. اسمش من چون ایرانی نیستم، من مادرم آلمانیه بابام فرانسوی، بعد تو ایران مأموریت بهشون خورده بود تو شرکت نفت، اونجا نفت میرفتیم میک میزدیم بیرون و اینا، رو حساب من فارسی هم یاد. که حالا مسئله خودتون ناراحت نکنین، ببینین گوش کنین، من میخواستم اینم شانسی دارم با شما بخوام با شما دیت کنم، یعنی شما یعنی این به خاطر اینکه شما مطمئن نیستین که از طرف دوست پسرتون هستم، یعنی اگه مطمئن بودین یه مدلی میتونستین با هم دیگه زیر آبی رو آبی شنا کرال سینه قورباغه یه مدلی این وسط واسه من یه بادی یه منگنه یه سیواز کنین. خواهش میکنم خانم، من به قرآن قسم پسر بسیار خوبی هستم، مزاح هم خدمتتون عرض کردم، گفتم دستم قطع شده، دستم قطع نشده بود، من پام قطع شده بود، فلج هستم، ولی خب پارو که واقعا پارو واقعا میخوای واسه چی؟ من واقعا با تکنولوژی الان واقعا پام پای احتیاج ندارم، رو صندلی ویلچر نشستم باتری داره میبینم تو سوپرمارکت دو سه نفر میزنم میکشم رای خیلی راحت کارامو من انجام میدم بدون با اصلا ببین جای دو نفرم داره ها، یعنی صندلیش هستش از اینایی هستش که بغلش باز میشه، یعنی باور کنین شما مثلا کنار من تو این صندلی چرخدار برق داره بشینین خیلی تریک میشه، یه کلاه آفتابی یه عینک آفتابی از این کلاهای فیلم دامندامه رو دیدین پشت موتورسیکلت با هم دیگه یخ میزنن اینا. آره یه سی توی مایه ها میشه، بعدم با هم دیگه بلند میشیم میریم دانتان و یه بستنی میخرم درست مثل این کسخلایی که بله. خب به علاجیز کن میگم آره شانسش بود واقعا. نه ولی خدای شما خیلی ماشاءالله فکرتون به درد کمدیان بودم میخورین، اصلا تا حالا امتحان کردی همچین کاری ها؟
یعنی چی؟ یعنی سکس و؟ یعنی کمدین باشین مثلا تو برنامه مثلا. نه من هنوز آزمایش به اون صورت نکردم، در حال آزمایش هستم. من چی گفتین شما؟ نه ولی جدا دارم میگم. آها درباره کمدین. خیلی پشت سر هم همینجوری چطور پشت سر هم میکنه، کار خیلی سختیه. خیلی سختیه. مثلا شما فکر کنم اگه من دوست پسرتون بودم سر ماه نشده من سکته میزدم. چون شما از اون آدمایی هستین که واقعا سالی یه بار حرف میزنین. مثلا مثلا من میگفتم مثلا میرفتی تو آشپزخونه میگفتی یه روز گذشت. من میگم جونم. مثلا من میگم چای آقا یکی زنگ زد به دره. مثلا یکو واقعا خسته کننده میشد. ویکندمون میرفت روسو یه کلمه تو شما میخواست بگی. از این آدمایی هستن که شما زندگیتون رو اسلو موشن میگردونین. منم از آدمایی هستم که همه چیزو سریع میبینم. مثلا الان من میتونم ببینم چه اتفاقی میخواد بین من و شما بیفته. هنوز شما نمیدونی چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین نگاه کن. من از سکند لاین دارم ببخشید. سلام منو به دوست پسرت برسون اگه رو سکند لاینی اون من. چه بوقی هم میزنه. یه موزیک حداقل میذاشتی. آدم بیمزه. به خودم برم زود باش پشرا بپیچون به بازی. من اینجا منتظر نباشم، ملت منتظرن، کار داریم، زندگی داریم، میخوایم بریم. من پیریود میشدم اینجوری کشونم بوق نمیزد که تلفن شما داره بوق میزنه. خفه شو بابا دیگه، فهمیدین دیگه رو چیزی دیگه. اه حالمونو به هم زد. دید دید. خب اوکی، مثل که شما متوجه نیستی من اینجا مثل کسخلو نشستم دارم به خودم حرف میزنم. البته این اولین نشونه کسخلی هستش. معمولا تو آشپزخونه این کارو بعد انجام بدم. من خواهش میکنم من ببخشید، من مثل کسخلو نشسته بودم اینجا داشتم به خودم حرف میزدم. خوب هستین؟ خسته نباشین. ویلکام بک. تمام. من میگم این اولین نشانه کسخلی هستش که شما شروع میکنین با خودتون به حرف زدن و این حالت واسه من پیش اومده بود و اینا. حالا بگذاریم، مثلا از خودتون اصلا ناراحت نکنین، شما بخوای تو مغز من بری باور کن راه خونتم گم میکنی. من سوالم از شما این بود، دوست پسرتون بودن زنگ زدن؟ بله. الهی سلام منو بهشون میرسونی. من تو اومدم بهش بگم سلام منو بهش برسونی، شما قطع کردین رفتین. دید دید چه تلفن دادم. یه زنگ یه موزیک گوگوش یه چیزی پشت این موزیکت بذار. احتمالا پسر زیاد به زنگ میزنه، میخوای مثلا سر کار بذاریشون و اینا. جدی دارم میگم، واسه خودت دارم میگم. حداقل یه مدلی مثلا احساساتی نگرشون دار رو لاین که یارو دیپرس نشه. من حالت خودکشی بهم دست داده بود پشت کامپیوتر تلفن. بله. آخه شما چیزی من یه سوال میتونستم از شما بکنم، چون میگن یه نظر نگاه کردن حلاله. من که الان یه نظرم نگاه نکردم، که فقط دارم سوال میکنم. پشت تلفنو اصل که نیست، من میخوام انگوش بزنم که خب بالاخره بعدم نمیومد. ولی خب الان دست گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیف پیف. بگذاریم از این جریان خانم. میگم شما قد و هیکل و اندازتون نمیتونید واسه من توضیح بدین؟ من راست حقیقت خیلی خنده داره میدونم. من خیلی شما که الان یادم رفت، من اون موقع شما رو دیدم عینک آفتابی زده بودم، بعدم مست بودم. نمیخوام دروغ بهت بگم، واقعا اون عکسی که من از شما دیدم اگه هر کسی دیده بود حالا سه بار سکته زده بود. بس من مطمئنم این عکس شما نیست. من جدی دارم، واسه من فکر کنم همسایه بغلیتون دیدم. زنکون گنده بغل شما زندگی میکنه دیگه، آلمانیه، اختم پختم میکنه. درسته، من اونو داشتم نگاه میکنم. یک کونه گنده داشت اندازه تلویزیون پلاسمای مثلا 70 اینچ، هنوز نیومده تو فیوچر شاپ. بگذریم از این جریان. چیز اسمش چیه؟ میگم دوست پسرتون کار میکنه، سر کارم کارشون درس میخونن، کارواش کار میکنن، پیتزای جای دکتر، پزشک، جراح، آزمایشگاه. ولیشون بیکارن، بیکارن. تشویق بکنین. 100 امتیاز، 100 امتیاز فلش بالا. تشویق بفرمایید، خواهش میکنم. 100 امتیاز فلش بالا. چیز اسمش زنگ زدن الان میخواستن شما رو چک کنن که بهشون خیانت کردین یا بهشون خیانت نکردین. زنگ زدن میخواستن چک کنن بهتون ابراز احساس کنن. زنگ زدن چک کردن میخواستن پول ازتون بگیرن. زنگ زدن چک کنن میخواستن فوشتون بدن. کدوم یکیشون بود؟ زنگ زدن که حالتون رو بپرسن. ابراز احساس هم بهتون کردن؟ ابراز احساس کرد؟ بله. چند تا بهتون گفت آی لوف یو؟ این 10 تا. این بدبختیه یه مرده. موقعی که این پسر داره میگه به یکی آی لوف یو، در واقع نمیخواد دیگه واسش پول خرج کنه. اینو من خواستم بهتون بگم، تکتیکای جدید 2011 است. جدی دارم بهتون میگم. این باور بفرمایید. ببینید شما نمیدونید، پسرا رو نمیشناسین. اولندش که وضعیت سکسوالتون چطوره؟ خوب هستش؟ میرین میایین؟ نمیایین؟ سالی یه بار هم دیگه رو میبینین؟ تو رخت خواب میرین نمیایین؟ با کندوم بی کندوم؟ نه من نگفتم که دیترز به من توضیح بدین تو رخت خواب تلمبه میزنین نونو پنیر دنبه میزنین. من که اینو نگفتم که خواهر من. من دارم ازتون سوال دارم میکنم. حتی حرفت کردن شد، درست دارین میگین، کردنش به خودتون رب پیدا میکنم. میگم با هم دیگه هستین؟ یعنی یعنی با هم هستین؟ یعنی نزدیکی با هم دیگه دارین شما؟ چون اینجور که بوش میاد شما واقعا مثل این که نمیدونم، از این دخترایی به نظرم میرسه که همش پشت پنجره میشینی و موزیک گوش میکنی و میگی عشقم عشقم عشقتم، میری همش دنبال فوتبال بازی کردن و اینا.
هیچ موقع لا پیداش من اصلا حوصله نیست. من آره من کلا دیدی آدم گفتم بی‌حوصله‌ای. دیدی آفرین تشویق 100 امتیاز به طرف بالا 100 امتیاز به طرف بالا 200 امتیاز حالا به نفع من شده. من میتونم حتی برم تو توالتم با شما هم حرف بزنم. من ببینید اسپیکر سیستمم خیلی قویه توی خونه وحشتناکه. من دارم روی یه دونه شورت جدید کار میکنم، باور کنین روی یه دونه شورت جدید دارم کار میکنم وحشتناکه. البته اینو به کسی نگین، تاپ سیکرت CIA و FBI میان دنبال من، یه دفعه منو میگیرن. باور کنین ببینید بگوزی توش صدای گوزت سراوند ساوند هستش، بهترین کوالیتی صدا رو میده. یعنی اصلا دیگه امروز روز دیگه تو پابلیک اگه بخوای وایسی بگوزی هیچکس بهت فوش خار مادر نمیده. دارم جدی دارم بهت میگم، ترانزیستور و اینا گذاشتم، شورته یه مقدار سنگینه ولی کار میکنه. حالا بگذریم، میگم حالا این پسر رو فکر نمیکنم من دوستش داشته باشی و اینا، اصلا ابراز علاقه بینتون نمیبینم. از این دخترایی هستی که فرار میکنی اون دنبالت میدوه، اون خودش هم نمیدونه دنبال چی داره میدوه. میدونستم مشخصه، پستونک بخور. من فکر کنم اگه این کانورسیشن رو با 5 6 دقیقه دیگه ادامه بدیم من مخ شما رو کلید کردم 100%. من پتانسیل بین خودمون اصلا الو عقب بده به جلو. ببخشید معذرت میخوام، چی گفتین؟ آره من بازم با خودم داشتم حرف میزدم، منو ببخشید. میگم گفتم که این پتانسیل من بین خودم و شما دارم میبینم که اگه 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم من مخ شما رو زدم. من اعتماد به نفسم خیلی رفت بالا. من الان پاهام داره اصلا تو ساق بانوم داره در میاد. الان احساس میکنم دارم پرواز میکنم روی این ویلچرم. آره مشکلی داشتیم اگه مثلا من یک آدم پولدار بودم ولی رو ویلچر بودم، فلج بودم، دوست پسر شما نداشتی، من کچل دست و پام ندارم ولی آدم خیلی باحالی هستم ولی پولدارم هستم. اگر دوست پسر نداشتی منو میدیدی عاشقم میشدی یا اولین مهمترین چیز واسه تو بدن بود، قیافه بود؟ دروغ گفتم. دروغ؟ شما کجا میدونید من دارم دروغ میگم؟ میتونه واسه هر دختری پیش بیاد. من اینقدر دخترای ایرانی دیدم مردشون کچلن. من دارم میگم تو خونه، بعد میگم تو ویل کنم، بعد میگم بالا. خب من تو ویل خانم گلم تو ویل. ببین عزیز دل من یه لحظه گوش کن. روی ویل چرم تو خونم، تو رو ویل چر نیستم، تو توالت تو باغ خونم که بیرون که نیستم، تو ویل چر تو خونم نشستم دارم با شما حرف میزنم. چه نه خب با چرخ ویلچر نه ران، منظورم راه رفتن. من کسخولم دیگه، میگم با همین چرخ رو تکون میدم عقب جلو میکنم. این عقب جلو من خوشم میاد، عقب جلو میکنم. اسم نمیدونم کجا یاد گرفتم این عقب جلو کردنو. یعنی خودتون اصلا ناراحت نکنید، کلا اصولا ما مردو دوست داریم عقب جلو هم میکنیم. حالا چی هست و چی نیستش اینا، یعنی همیشه عادت دارم میسی دستم باشه، این داگی استایل. انیوی anyway. ببین خسته نکن خودتو، اگر من یک آدمی بودم که دست و پا نداشتم، پولدارم بودم از لحاظ اکونومی و همه چیام، عجب خب، ولی فلج بودم، دست نداشتم، پا نداشتم، کور بودم، کچل بودم، هر که تو میگی، تو قبول میکردی اگه دوست پسر نداشتی با من باشی؟ نه. چرا نه؟ چون کچل بودی، دست و پا نداشتی. یعنی واسه تو مهم به شوهرت بغلت وایس راه بره؟ چی؟ واسه تو مهم به شوهر آیندت بخواد بغلت راه بره؟ آفکش بر راه بره دیگه. آها، از لحاظ سکسی چطور؟ من اون دفعه دیگه میخیاد شدیه. آها باش، میگم حالا تو این 35 ساله چند سال کانادا زندگی میکنی؟ من 5 ساله. ای 5 ساله، خوب راه افتادی خدا وکیلی ها. تو سن 30 سال اومده، من اگه تو سن 30 سال اومده بودم آبگوشتم نمیتونستم اونجا بپزم. واقعا خوب هیچ اصلا ایرانی رو میطلبه و اینا. خب حالا کجا زندگی میکنی؟ کانورسیشن قشنگی بود، در حین حال خیلی بیمزه بود واسه آقایونی که میخواستن یاد بگیرن چجوری مخو بخوام بزنن. لحظه آخر قطع شد. دی دی دی.